گزارش‌هایی از رسانه‌های عربی. اپوزیسیون ایران خواستار تحقیقات سازمان ملل در مورد حملات موشکی به لیبرتی شد. خبرگزاری ایلاف: مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران از ایالات متحده و اتحادیه اروپا و سازمان ملل و شورای امنیت ملل متحد می خواهد که اقدامات عاجل برای حفاظت از 3000 مخالف ایرانی در عراق را انجام داده و آنها را فوراً به آمریکا منتقل نماید. رجوی در جریان اجتماعی که در مقر شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس برای محکوم کردن حمله آخر موشکی به کمپ لیبرتی، محل استقرار 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران تشکیل شده بود، به تحقیق مستقل از طرف سازمان ملل در مورد حملات موشکی و قتل ایرانیان پناهنده در عراق فراخوان داد. تلویزیون مصر: مریم رجوی به آمریکا و اتحادیه اروپا و ملل متحد هشدار داد چنانچه تصمیمی درباره این حملات گرفته نشود، باعث می شود آخوندها و دولت دست نشانده آنها در عراق تشویق به تکرار چنین جنایاتی علیه ساکنان بیدفاع لیبرتی شوند. پارلمان اروپا با قاطعیت حمله اول سپتامبر به اشرف را که طبق آمار ملل متحد باعث کشته شدن 52 نفر گردید محکوم کرد. خبرگزاری بین المللی حدث: مریم رجوی در مورد حمله موشکی و قتل پناهندگان ایرانی در عراق به ملل متحد فراخوان داد که یک تحقیق مستقل را آغاز کند. او تأکید کرد 4 ماه است دولت عراق و ارباب آن رژیم ایران با تمام وسایل و آنچه که در اختیار دارند سعی می کنند حقیقت قتل عام اول سپتامبر در اشرف را بپوشانند. در مراسمی به مناسبت یادبود کشته های حمله موشکی در 26 دسامبر، شخصیت هایی از منتخبین استان والدواز نظیر ژان پیر بکه شهردار اوورسورواز و عضو شورای استان و شخصیت‌های دیگری مانند استاندار ایو بونه و طاهر بومدرا رئیس قبلی حقوق بشر یونامی در عراق و شخصیت‌های دینی فرانسه شرکت داشتند. خبرگزاری فرانسه وایر عربی: شورای ملی مقاومت ایران روز یکشنبه به گشودن یک تحقیق مستقل ملل متحد در مورد حمله‌هایی که پناهندگان ایرانی در عراق را هدف قرار داده است فراخوان داد. در یک بیانیه خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورا تصریح کرد ایالات متحده و اتحادیه اروپا و ملل متحد مسئولیت دارند تا یک تحقیق مستقل را شروع کنند و از مانع تراشی های دولت عراق جلوگیری کنند. خانم رجوی در اوورسورواز در حومه پاریس به مناسبت یادبود شهیدان آخرین حمله به کمپ لیبرتی سخنرانی کرد.